اما در مورد زنان، همه کارهایی که در طول بعد از مشروطیت در ایران شده متاسفانه کارهای روبنایی بوده پیرامون مسئله زن. به همین دلیل هرگز نتونسته که یه تأثیر واقعی بگذاره. من به علت یادداشت‌های پیاپی که برام میامد متاسفانه بخشی از صحبتم رو پریدم. مادر و زن سازنده جامعه است. همه چیز در دست‌های مادری، در دست‌های زن به عنوان مادر و به عنوان آموزگار. چه جور میتونیم خودمون رو ببخشیم مردی که در دامان ما پرورش پیدا کرده، باور انسانی نسبت به ما نداشته باشه، نسبت به پدرش داشته باشه؟ جز گناه از منه که بین پسر و دخترم تفاوت قائل شدم؟ جز گناه از منه که باور نکردم حقوق انسانی خودم رو؟ چرا در شبه قاره هند هر حرکتی انجام میشه زنها پیشگام هستن؟ به دلیل اینکه زنها اعتبار و شخصیت واقعی خودشون رو با نهضت هند، با تعلیم و تربیتی که در کنگره بهشون داده شد شناختن، در حالی که در سرزمین ما اینطور نیست. همون روزی که اعلان آزادی زن می کردند مصاحبه های انجام می شد که زن آشپزی هم در جهان شناخته نشده که معروفیتی داشته باشه. این چه شناخت برابری و همسانیه؟ در این صورت این یک کاریست به درازای تاریخ. حضور جمهوری اسلامی توی خونه و خانواده نمیتونه تأثیر بگذاره. مادره که میتونه تأثیر بگذاره، به رغم حتی همسر دیکتاتور، این مادره که سازنده است، مادره که باید به دخترش تفهیم کنه تو نسل آینده را. اگر من این توان رو نداشتم که برادر تو رو یک انسان پرورش بدم، تو فرزندت رو یک انسان پرورش بده که به زن به شکل یک انسان نگاه کنه. خانم بیس قرن ما زنان خرمون کردن، ببخشید، به همون شکتن، به خاطر وطن، به خاطر شوهر، به خاطر بچه، به خاطر خواهر، به خاطر مادر، از اون حقی که داریم بگذاریم و اینها رو به چی کنیم؟ فراموش بکنیم. ببخشید، اشتباه کرد، شوهرم میره زن میگیره، اشکالی نداره، ببخشید، اشتباه کرد. خانم فروهر، ما دیگه این کار رو نمی کنیم. ما به آتش به سر میبرید، گرمای وحشتناک آتش رو احساس نمی کنید. نمی دونید که اگر ایران نباشه زن و مرد بودن، تفاوت داشتن، نداشتن یعنی چی؟ من این همه راه رو با همه خطرهایی که برای کل خانوادم پدید میاره بی تردید
بیشتر از گذشته آمدم که به شماها این رو بگم که صدای من رو که از اونجا به صورت خفه ندای طلب یاری از شماها سر دادم که ایران در خطره، این صدا رو شما اینجا منعکس کنید، باز کنید. ما اگر جایی نداشته باشیم، هویتی نداشته باشیم، مسئله زن و مرد مسئله دوممونه. واقعا شما این رو به دلیل اینکه در فضای آزاد به سر میبرید حس نمی کنید. مرد ایرانی هم آزاد نیست. مرد ایرانی که بهش میگه از قولش به دیوار می نویسن خواهرم خودتو بپوشون که من آسیب نبینم، اینو تبدیل به حیوان کردن. کجا آزاده؟ اون مرد که باید از حق خودش دفاع بکنه بگه من حیوان نیستم، من مغز دارم، من درک دارم، من زنم، دخترم، مادرم رو باور دارم. مرد ایرانی هم آزاد نیست، برای اینکه کل اون جامعه زیر پوشش ستمه. من تمامی حرفامو ضمن باورم برای زنها، این که گفتم سازمان زنانی وجود نداشته باشه، این کسر شأن زنها نبود، این کنار زن و مرد رو کنار هم دیگه قرار دادن به همبود انسانی اندیشیدن بود، این باور منه. در چارچوب خانواده هم زیر همون سلطه جمهوری اسلامی مادر توان این رو داره که بچه هاش رو جوری پرورش بده که باورهای درست داشته باشن. هزانت نداره زن، درسته، کاملا درسته، ولی گفتم اصلی تر از این موضوع ها واقعا مطرحه. مشکلات بسیار زیاد داریم. یک سوال اون خانم رو جواب بدم برای اینکه ذهن همتون رو روشن کنم. من دانشجو بودم، زندانی بودم، دانشگاه تهران اعتصاب کرد، شب خوابیدن، یاد رفیق عزیزم بیژن جزنی که اون هم از گردانندگان اون اعتصاب بود و حالا روح شاد نیست، گرامی، اعتصاب تحصن کردن تو دانشکده ادبیات برای آزادی من. درست همین سوال رو از دانشجوها برخی می کردن که بابا از خودشونه، اگه از خودشون نبود که نمی تونست بر اون بالا اون حرفا رو بزنه. من 900 سال واقعا، یعنی وقتی بر می گردم پشتم و نگاه می کنم اونقدر تجربه دارم، قرن هاست که ایستادم سر جام، حرفامو میزنم و مقاومتم رو میکنم. باز هم یک چنین تردیدهایی تا کی؟ این تردیدها رو پدید میارن که دستای ما یکی نشه، که نتونیم صدامونو یکی کنیم برای فروریزی. این تردیدها برای اونه که چیزای پدیده های دروغین رو پدید بیارن و دور اون گرد بشن. من نماینده حزب ملت ایران نیستم، من نماینده مردم ایرانم، نماینده اندیشه مردم بدبختی هستم که تو سرزمین زندگی میکنن که آزادی نیست، چه برای زن چه برای مرد. توی اون فضا بنده هم لچک سرمه، منم رو پوش تنمه. تفاوتم با این اینه که یه روپوش رو اینه، یه روسری سرمه، ولی تفاوت دیگری ندارم. زنها بسیار هم مبارزه میکنن، به اشکال مختلف هم مبارزه میکنن، بسیار هم موفق بودن، ولی الان گفتم مملکتمونه که در خطره. این درده شماها بهش توجه ندارین به دلیل اینکه اونجا نیستین و توطئه ها رو نمیبینین. تقصیر من نیست.